بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران و غایبان و برای همگان از خداوند توفیق خیر و زندگی سعادتمند و خجسته‌ای دارم. جلسه هفتم از جلسات شرح کیمیای سعادت است. از همینجا درود به روح غزالی هم می‌فرستیم که در مکتب و در محضر او نشسته ایم و درس سعادت می‌آموزیم. نوبت گذشته غزالی برای ما از سعادت گفت و اینکه سعادت چیست و در چیست، یعنی از چه طریق می‌توانیم به سعادت برسیم. اگر عزیزان به یاد داشته باشند، اشاره کردم که کلمه سعادت رو مسلمانان در مقابل و در ترجمه کلمه یودایمونیای یونانی به کار بردند و تبدیل شده است به الگو و سرحلقه اندیشه های اخلاقی نزد عالمان و فیلسوفان مسلمان. و اشاره کردم که کلمه سعادت شاید چندان کلمه شایسته و مناسبی نباشد، نه به لحاظ ترجمه اون واژه یونانی که ترجمه اون واژه دقیقاً سعادت نمی شود، بلکه چنان که من پیشنهاد کردم ترجمهش همون تعبیر قرآنی است، حیات طیبه، که در قرآن هم داریم که هر کس ایمان بیاورد در سوره نحل از فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه خواهیم داد، یک زندگی پاک. یودایمونیا تقریبا معناش همین است. دوم اینکه سعادت سعد و نحس دو امر تصادفی و مجهول الهویه هستند که کسی نمی‌داند چرا خوشبخت می‌شود، چرا بدبخت می‌شود، و اساساً مفهوم بخت وقتی که وارد می‌شود امر رو حواله به مجهول می‌کند. و سعد و نحس در زبان عربی همین طور است و در قرآن هم یک بار بیشتر به کار نرفته است، ولی کلمه سعادت رواج بسیار یافته است و همه ما هم با سعادت بسیار آشناتریم تا با تعبیر حیات طیبه که شاید کمتر اصلا شدیده باشیم، مگر اونها که بسیار قرآن میخوانند و با ادبیات قرآنی آشنا هستند. باری در این که سعادت چیست سخن بسیار رفته است. جناب غزالی هم رأی خود رو برای ما گفت، گفت که سعادت یعنی راحت، یعنی عافیت، یعنی لذت، و درست گفت. سعادت لغتاً یا اونچه که از این واژه ابتداءً متبادر به ذهن می شود همین است. اما بلا فاصله دست ما رو گرفت و گفت که ما آدمیان لذت و راحت و عافیتمون با لذت و عافیت حیوانات فرق داره. اگر ما فقط به دنبال لذت‌های جسمانی باشیم و به دنبال رفاه حیات حیوانی باشیم، نام اون رو سعادت نمیتوان نهاد. ما ساختمانمون چند طبقه است و در بالاترین طبقه عقل ما قرار دارد که حکومت بر بقیه این ساختمان میکند. اون رو باید اشباع کنیم و راحت و لذت عقل رو باید بطلبیم، نه فقط لذت غرایز رو و عواطف رو. سعادت ما در اونجاست. و بعد برای ما بحث کرد که عقل هم کارش، فونکسیون ویژش، کار ویژش عبارت است از فهمیدن و دانستن، یعنی پی به حقیقت بردن. وقتی که عقل حقیقتی رو کشف می کند واجد لذتی می شود که هیچ لذتی با اون قابل قیاس نیست، که انهو آدمی با خود واقعیت یکی می شود، پرده از پیش چشمانش برداشته می شود، از حجاب و از زندان رهایی پیدا می کند، هم تجربه رهایی پیدا می کند و هم تجربه دا
دانستن عمیق و کشف و پرده برداری. این هم لذت عقلانی است، اما دانستن و کشف که کار ویژه عقل است، اون هم نه هر دانستنی و نه هر کشفی، بلکه دانستن برترین دانستنی ها، یا به قول غزالی اشرف علوم. اشرف علوم، برترین دانستنی ها کدام است؟ شناختن خداوند. غزالی ما رو تا به اینجا راهنمایی کرد و رساند، گفت که اشرف علوم به اشرف معلوم است، یعنی که برترین رو دانستن برترین دانستنی است. خب بحثای نوبت گذشته این بود و حالا وقتی که قصه خداوند رو در میان آورد و اینکه کسی که از دانستن او و شناختن او محروم بماند از سعادت واقعی محروم مانده است، اکنون یک سؤال مقدری رو جواب می دهد، یک سؤال مفروضی رو، که خب این خداوندی که تو گفتی کیست، چیست، چقدر می توان او رو شناخت، واجد چه اوصافی است، و ما با شناختنی های دیگر او رو چگونه قیاس کنیم. در این فصل در حقیقت غزالی به یک معنا می خواد آب پاکی رو روی دست ما بریزد، از یک حیث او رو شناختنی بکند و از حیث دیگری بگوید که ناشناختنی است، تا ما حد نگه داریم و در مواجهه با خداوند بدانیم که غایت ادراک ما کجاست، که همون روایتی که از پیامبر نقل شده است که غایت ادراک آدمی این است که به عجز برسد، یعنی بفهمد که از درک خداوند عاجز است. خب پس حالا فصل دوم رو که تحت عنوان تنزیه و تقدیس حق است از در شناختن حق می‌خوانیم، تا در جای خود نکات لازم رو مطرح کنیم. من مقدمتاً این رو بگم، دوستانی که با پاره از مباحث بنده در باب خداشناسی آشنا هستند دیده‌اند که من گاهی برای اینکه قصه آشنا شدن با خداوند رو تسهیل کنم، بدون اینکه قصد برقرار کردن مشابهتی بین خدا و خلق داشته باشم، که البته لیس کمثله شیء، ولی نمونه هایی رو پیشنهاد کردم. یکی اینکه گفتم اگر میخواید خدا رو بشناسید به زمان توجه کنید. زمان یه موجودی است که همه جایی است و همگانی است و همه زمانی است، یعنی هیچ وقت نیست که از زمان خالی باشه، بلکه تناقض در گفتار است اگر بگوییم که هیچ وقتی نیست که در آن زمان نباشد، یعنی نمیتوانیم چنین تعبیری رو به کار ببریم. همه جا هم زمان هست، یعنی شما تا اعماق دریاها برید بر اونجا هم زمان میگذرد، فوق افلاک برید بر اونجا هم زمان میگذرد، بر تک تک سلولهای بدن ما زمان میگذرد، بر تک تک الکترونها و پروتئینهای درون اتم زمان میگذرد. همه جا یوبیکیتس، یعنی اوریویر، همه جا هست. این همون شبیه حضور همه جایی خداونده، در این اینکه دیده نمیشود، حس نمی شود، بو ندارد، رنگ ندارد، حجم ندارد، وزن ندارد، هیچ یک از حواس ما او رو در نمی یابند. زمان اینطوری است، در این حال وجود داره و از دست او فرار هم نمی توان کرد، یعنی شما نمی توانید به جایی بگریزید که زمان نباشد. نشانه هم داره، زمان نشانش چیه؟ نشانش که بنده و شما پیر می شیم. خود بهترین نشانش بر ما زمان میگذره، نه همین زمانی که نه بو داره نه رنگ داره نه وزن و غیره، اما اثر داره، اثر خیلی عمیق و عالی بر همه چیز، بر همه چیز. لذا ما میگیم مثلا فلان سیاره مثلا چند صد میلیارد سال پیش پدید اومده، یعنی زمان دیگه. و ما الان در چه عصری زندگی میکنیم؟ نمیم گذشتگان، همه ما قوتور در یک اقیانوس نامرئی به نام زمان هستیم، که بدون اینکه بفهمیم آرام
این تأثیر خود رو بر ما میگذارد. این یکی از بهترین نمونه هاست برای اینکه آدم تا حدودی درک بکنه که وقتی میگوین که خدا دیده نمیشود، در این حال همه جا هست، در این حال تأثیر هم دارد، یعنی یه موجودی نیست که بر کنار از این عالم باشه در یه فضای ناشناختنی و نامربوط به ما، نه اینطوری نیست، میون ماست، همه جا هست، در اعماق وجود ما هم هست و در این حال نه دست میشه زد نه چشم میشه بر او انداخته. خب این یک به نظر من مثال نیکویی است برای کسانی که گاهی میگن مگه میشه یه موجودی باشه آدم نبینه، حس نکنه، بو نکنه. خب بله میشه. یکیش همین زمان، بی خود نبود که پاره ای از گذشتگان زمان رو خدا میدانستن. مثلا میگفتن در قرآن هم هست که میگن و ما یهلکنا الا دهر، کلمه دهر که به معنای زمانه، به معنای سکولوم، زمان ما رو میکشد، زمان به ما حیات میدهد. میدونید یعنی این رتبه الوهیت رو به زمان میدادن. خب این البته اشتباهه، ولی اشتباه خوشی است برای اینکه چیزی رو در زمان دیده بودند که خداشناسان در خدا میبینند، یعنی حضور همه جایی، تأثیر همه جایی و لا یمکن الفرار من حکومتک. در سوره، در دعای کمل هست دیگه، خوندید این جمله هست، خدا یا از حکومت تو نمیشه فرار کرد، نمیشه یه جایی رفت که تو سلطان و اونجا نباشی، همه جا هست. زمان واقعا هم چیزی، لا یمکن الفرار من حکومتک، نمیشه جایی رفت که زمان نباشه. خب این یک مثال و فقط هم مثاله، یعنی اصلا و ابدا نباید این رو جدی گرفت، یعنی گفت خدا مثل زمانه، اما برای فهم او به قول مولانا هم مثال ناقصی دست آورم، تازه حیرانی خرد را واخرم. برای اینکه از حیرت خرد کم کنیم، مثالهای ناقص رو به دست میاریم و بیان میکنیم. مثال دیگری که من زده بودم و البته از من نیست، پاره از حکیمان غربی و مخصوصا آقای اکهارت که مایستر اکهارت که از بزرگان عرفای آلمانی است، ایشون تقریبا هم عصر با مولانا، شاید کمی پس از او. مثال ایشون این است که خدا مثل سکوت میمونه. شما اگر میخواید خدا رو باز یه درکی، یه فهمی اجمالی ازش داشته باشید، باید تجربه سکوت داشته باشید. در سکوت شما هم یک خلع رو حس می کنید، یعنی یک چیزی که هیچ رنگ و بویی نداره اما بسیار سنگینه. سکوت، ما در صدا از سنگینی سکوت می گریزیم، حتما لازم داریم یه چیزی گوش بدیم، یه صدایی بشنویم. و اگر توی سکوت محض ما رو فرو ببرن، به هر نحوی هست میخواییم این سکوت رو پاره کنیم، فرار کنیم. بعض زندانهای انفرادی یکی از بدترین شکنجه هاش همون سکوتیست که اونجا برقرار میکنن، این بدترین رنجها رو میدهد به زندانی، زندانی که البته آمادگی این چیزها رو نداره، درکی از سکوت نداره. و با سکوت میشه قدری به خداوند و به چگونگی او نزدیک شد، چون در سکوت هم عدم محض است، شما هیچ چیزی نمیبینید. این که در پاره از مکاتب هندی یا بودایی اینا خدا رو با عدم یکی میکردند، این عدم بودن خدا یا خلع بودن خدا، میگفتند که مثلا عارفان در آخرین مراتب تجربهشون به خلع میرسن، یعنی به یک جایی که خالیه، هیچی نیست، ولی این خالی خیلی پره، خالی از چیزهایی است که ما اونا رو پری میدانیم، یعنی از این موجوداتی که ما با اونها مأنوسیم از اونا خالیه. مولوی هم که میبینید وقتی که از این مراتب حس میره بالاتر، میگه چی؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. وقتی که از این جهان میریم بیرون عدم میشیم، اما نه عدم یعنی نیست و نابود میشیم، یعنی نزدیک میشیم به یه فضایی که جز با کلمه عدم نمیتوان از آن تعبیر کرد. باید مثل این که هیچی اونجا نیست، هیچی اونجا نیست،
هیچ مثل و مانندی نداره. ببینید یکی از مشخصات باری، حضرت باری، این است که هیچ مثل و مانندی نداره و عدم یک چنین چیزیست. و شما با وجود مطلق که مواجه می شوید مثل این است که با عدم مطلق مواجه شده اید. و همین سبب هم پیامبران بودند که به ما گفتند که اگر با تجربه عدم مواجه شدید بدونید که عدم نیست، وجود است و خداوند است. اما اونهایی که تو مکاتب غیر پیامبرانه و غیر دینی بار اومدن، اون عدم رو همون عدم می نامند. یعنی در واقع پیامبران تجربه ها رو برای ما تفسیر کردن، گفتن اگر چنین تجربه کردید یا چنان، بدونید که چی رو دارید می بینید، اسم نادرست و ناروا بر اون نگذارید. اما وقتی که این معبران و این مفسران نباشند، خب آدمی با عقل ناقصش نامی می نهد و تعبیری می کند. باری این تجربه عدم یا تجربه سکوت که دیوار به دیوار عدم است، دیوار به دیوار خلاء است، مهابتی دارد. از همه مهمتر مهابتی دارد که ما اون رو تحت نام جلال الهی می نامیم و می شناسیم. اون هم می تواند یه نمونه ای از وجود خداوند باشه، از وجود خداوند باشه. شما فکرشو بکنید، از این جهان پرقوغا که شما برید بیرون، همینطور به بالاتر و بالاتر برید، دیگه سکوت چیره می شود. می گفتن که پاسکال، که خب یک حکیم بود و یک ریاضیدان بود، در این حال یک مرد عارف بود، همیشه می گفتش که خدایا در بین ستاره ها اون سکوت ها چیست؟ به اون سکوت هایی که بین ستاره هاست می اندیشید. وحشت آور است اگر ما رو به در اون خلعی که بین ستاره ها هست، هم خلع وجودی و هم خلع صوتی، رها کنن، بگن اینجا یک دقیقه باش. فقط کسی که سکوت شناس باشه میتواند با اون فضای فوق العاده متفاوت با این جهان انسانی انس بگیره، در غیر این صورت وحشت میکنه. خب مولانا هم مثال سومی برای خداوند به دست ما داد، اگر یادتون باشه، و اون چی بود؟ عشق بود. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامعه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. ای نشست به تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. خب وصف خدا چیه؟ عشقه. یعنی اگر میخوای خدا رو بشناسی باید عشق رو بشناسی. گفت بله وصف خدا همین است، همین است. اما جان پدر هیچ مگو، یعنی این یک رازی است که این رو نباید با هر کسی، با همه کس در میان نهاد. حالا من استنباطم از این غزل بسیار لطیف و زیبای مولانا این است که مولوی در این غزل به سکوت هم اشاره کرده، برای اینکه تمام ردیف این غزل هیچ مگوه، یعنی ساکت باش، ساکت باش. یعنی هر دو تا قصه رو یک جا برای ما گفته است. یکی اینکه عشق که سر تا پای این غزل رو فرا میگیره، یکی هم این ردیف ها که از اول تا انتها هیچ مگو هیچ مگو و ما رو دعوت به سکوت میکنه. پس هم عشق رو بشناس، هم سکوت رو تجربه کن. اینجوری ظاهرا شما به آستانه حق میرسید. میبینید اینجاها هیچ خبری از فلسفه و این حرفا نیست، تجربه است. و اینکه چگونه ما احوالی رو تجربه کنیم که این احوال دست ما رو میگیره و تو دست خدا میگذاره. یادمه یک کسی با من یه روزی صحبت میکرد، میگفت تو این همه از خدا صحبت کردی، بالاخره به من بگو خدا چیه؟ گفتم اینو از خدا بپرس، از من چرا میپرسی؟ ما حدمون همین است، ما تا این آستانه جلو میریم، که بیشتر از این گفت تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به دریا
به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. وانی که او را مرکب چوبین شکست غرق شد در آب، او خود ماهی است. نیست خاموش، نیست گویا، نادری است. حال او را در عبارت نام نیست. میگوید که ما روی زمین با اسب و استر یا امروز با موتور و ماشین میریم، اما به آب که رسیدیم باید مرکب را عوض کنیم، باید به کشتی بنشینیم، به قایق بنشینیم. اینا دو مرحله. اما اگه قایقمون شکست، اون وقت دیگه در اونجا حکایت یک غرقه است. این غرقه فقط ممکنه فریاد بزنه، اما چیزی بیش از این نمیتونه. چنان مهابت دریا او رو احاطه میکنه که او رو دعوت به سکوت و دعوت به فنا میکنه. در اون مراتب خیلی عالی تجربه های عرفانی غرق شدن است، یعنی از علم، از فلسفه، از همه چیز درگذشتن است. به جایی میرسد که دهان دیگه بسته میماند. به جایی میرسد که مولوی میگفت که کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گوی ایدم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این حال از قال، خون به خون جستن محال آمد محال. من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای؟ عاشق و مستی و بکشاد زبان، الله الله اشتری بر نردبان. چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل از ستر خاند آسمان. ستر چه در پشم و پنبه آذر است، و همین پوشیش او رسواتر است. آدم طالب این می شود که واقعیت خودش سخن بگوید، نه ما سخنگوی او باشیم. هستی از خود پرده بردارد، چون ما هر چه می گوییم پردهی بر هستی می افتد. یعنی این حجاب زبان ستبرتر می شود و مانعیت بیشتری پیدا میکنه. چون مادامی که ما در زبانیم و در ادراکیم، بین ما و اون معلوم فاصله است. اما همین که با معلوم یکی شدیم، یه زبان بسته میمونه. باری اینها سه مثال بود که در آثار بزرگان دیده میشه: خلع، سکوت، عشق، زمان، که همه اینها محصول تجربه های این بزرگان است. غزالی در اینجا یک نمونه دیگری رو برای ما ذکر میکند، باز برای چی؟ شناختن خداوند، که نه زمان است، نه سکوت است، نه عشق است، نه خلع است، اینا هیچ کدوم اینا نیست. یک چیز دیگری است که حالا اینجا اون رو میآزماییم. خب بذاریم تا خود غزالی بگه دیگه، من از زبان او نگم. پس بخوانیم. فصل دوم، تنزیه و تقدیس حق. چنان که صفات حق سبحانه و تعالی از صفات خیش بدانست و ذات وی از ذات خیش بدانست، تنزیه و تقدیس حق از تنزیه و تقدیس خیش بداند. یعنی آدمی که معنی تنزیه و تقدیس در حق باری تعالی آن است که پاک و مقدس است از هرچه در وهم آید و در خیال بندد. قبلا غزالی یک نکته خیلی مهم معرفت شناسانه را برای ما گفت، و او این که ما خدا رو از طریق خودمون میشناسیم، و اون روایت مهم رو هم مطرح کرد که خلق الله آدم علی صورتهی، که عبارت است در تورات و در روایات اسلامی هم وارد شده است. خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. ما ایمیج آف گاد هستیم، ما بر صورت خداوند آفریده شدیم. لذا برای اینکه خدا رو بشناسیم باید به خودمون مراجعه کنیم. اگر صفتی در ما نباشد، ما اون صفت رو در خداوند نمیتونیم کشف کنیم. بسیاری صفات خداوند داره، اسماء داره و صفات داره که ما نمیدونیم، هرگز هم نمیتونیم بدونیم، برای اینکه نمونه اونها در ما پیدا نمیشود. ما فقط اون اوصافی رو در خدا میتوانیم کشف کنیم که نمونه اونها در ما پیدا بشه، مرتبه ای از مراتب اونها. این اصلش اصل معرفت شناسی هم هست نست غزالی. اساسا میگه که ما به یک امر مجهول راه نداریم، مگر اینکه به نحو من الانها چیزی، نمونه ای، مرتبه ای از مراتب او، مثالی از او رو
جایی درک کرده باشیم، و الا وقتی که از صفر از هیچ جا آغاز کنیم به هیچ جا هم خواهیم رسید، چیزی دست ما نمیاد. ما نسخه نامه الهی هستیم، یعنی خداوند خودش رو، اوصاف خودش رو در ما نوشته است. ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تو. ما نسخه نامه الهی هست، یعنی مثل که ما یه کپی هستیم، یعنی نسخه نامه الهی دقیقاً گذشته کپی یا زیراکس نسخه برداری میکنن، ما یک زیراکس، یه فوتوکپی الهی هست و آینه جمال شاهی هستیم، یعنی آینه‌ای هستیم که جمال حق در ما منعکس شده است. به همین سبب میگه بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تو. میخوای همه چیز رو بشناسی و در صدر او خداوند رو، به خودت مراجعه کن، به خودت مراجعه کن، و از اینجا میتونی راه رو به سوی خدا پیدا کنی و بهترین آینه و بهترین نسخه است. غزالی هم از همینجا داره میره که آدمی خودش رو هرچه بیشتر بشناسه خدا رو بیشتر میشناسه، و باز تکیه میکنه بر یک روایت دیگری که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را و نفس خود رو بشناسد خدای خود رو میشناسد. این دوتا مثل این که خیلی با هم مطابقت دارن، خیلی مطابقت دارن. این یکی رو ببینی اون یکی رو خواهی دید، یعنی گویی که دیده ای، البته در حد ادراک. خب میگوید آدمی، البته میگه چنان که، ولی قرار از این آدمی، چنان که صفات حق از صفات خیش بدانست، یعنی از روی صفات خود، وقتی که دانست که صفات حق چیست و ذات وی از ذات خیش بدانست، یعنی از روی ذات خود و تأمل کردن در ذات خود، ذات خدا رو هم شناخت، تنزیه و تقدیس حق از تنزیه و تقدیس خیش بداند، اون رو هم از روی تنزیه و تقدیس خود میفهمه. یعنی ما خودمون رو از بعضی چیزها بری میدانیم، پاک میدانیم، بعضی چیزها هستن که نسبتی با ما ندارند، نمیتوانند در عالمی که ما در او حضور داریم حضور داشته باشند، نسبتی با ما ندارند. از روی این میتونیم بفهمیم که خداوند رو چگونه باید تقدیس و تنزیه کنیم. تنزیه و تقدیس در حق باری تعالی آن است که پاک و مقدس است از هر چه در وهم درآید. مقدس در اینجا یعنی پاک، نه به معنای کسی که مثلا احترامش کنند، مقدس یعنی پاکیزه، ناآلوده. مقدس است از هر چه در وهم آید و در خیال بندد. پس هیچ صورت وهمی و خیالی وفا به حقیقت خداوند نمی‌کند، برای اینکه او در وهم نمیاد. ای برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم و از هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، در اول وصف مانده ایم، چون تمام اوصافی که بر مبنای خیال است و وهم است در حق خداوند جاری و صادق نیست. و منزه است از آن که وی را به جایی اضافت توان کرد. اضافت یعنی نسبت دادن، یعنی نمیشه گفت او در کجاست، اگرچه جایی از تصرف وی خالی نیست. اینجا غزالی میتونست مثال زمان ما رو بیاره، نیاورده البته، ولی خب خوب میتوان از اون طریق درک. و آدمی نمودار این در خیشتن میبیند. چجوری؟ که حقیقت جانوی که ما آن را دلگوییم منزه هست از اون که در وهم و خیال آید، چه گفتیم که وی را مقدار و کمیت نیست و قسمت پذیر نیست، و چون چنین بود وی را رنگ نبود، و هر چه وی را رنگ نبود مقدار نبود، به هیچ حال در خیال نیاید. جان ما، یا به تعبیر غزالی دل ما، که ورای جسم ماست، نه رنگ داره، نه بو داره، نه مقدار داره، نه جسم داره، هیچ کدوم، بنابراین نمیشه گفت کجاست، نمیشه گفت جان ما در دست من است الان یا در چشم من است. جان ما عضوی از اعضای ما نیست، در همه وجود ما جاری است و حاضر است، اما هیچ یک از اعضای ما نیست، ولی اعضای ما زنده به او هستند. یعنی تأثیرش این چنین است که
ما رو سرپا نگه میداره، زنده نگه میداره، چالاک، در راک نگه میداره، اما خودش بدن ما نیست. به نحوی با بدن ما اتحاد دارد، اما جزو این اجزا و اعضای جسمانی ما نیست. میگوید که به این معناست که ما حتی وقتی که میخوایم تصور کنیم، یعنی تخیل کنیم، خودمون رو نمیتونیم تخیل کنیم. ما فقط میفهمیم که ما هستیم. این خیلی مثال مهمی است، اما صورتی از خود نداریم نزد خود. اگه داریم شما بگید. ممکنه بنده تو آینه نگاه کنم صورت خودم رو ببینم، یا بگم اسمم فلانه، یا تولدم فلان وقت بوده، یا منزلمون اونجاست، یا ملیت هم، خب اینا همه درست، اما اینا که من نیستم. که من از این سالن یک صورتی دارم، از شما در ذهنم یک صورتی دارم، از همه چیزایی که اطرافمونه. شما به من بگید از خودتون شما صورتی دارید؟ ما با صورت یا با خیال خودمون رو درک نکرده ایم. چیزهای دیگر رو با صورت و خیال درک میکنیم. ما خودمون رو از طریق حضور در نزد خودمون درک کرده ایم. این همون مفهوم دقیق کانشسنس است، خود آگاهی. ما آگاهیمون از چیزهای دیگه از طریق علم به اونهاست. یعنی من میرم تا چیز رو ببینم، تا چیز رو بشنوم، تا به اصطلاح حکما یک صورت علمیه‌ای نزد من حاصل بشه، تجربه‌ای بکنم، دستی بزنم، نگاهی بیاندازم، آوازی، صدایی بشنوم و غیره. ما از خودمون نه رنگی دیدیم، نه آواز شنیدیم، نه هیچی، فقط خودمون رو دیدیم. این دیدن هم اینجا یعنی فهمیدیم، دیدن با چشم کنیم. حکیمان میگن علم عین حضور است. این یک اصطلاحی است به فلسفه به کار میبرن. وقتی موجودی حاضر نزد شما بود، شما به او عالم میشید، و وقتی که غائب از شما بود، شما جاهلید نسبت به او. خب در تجربه های حسی که این خیلی مشهوده دیگه، وقتی که این میز اینجا نباشه، مثلا ده فرسخ اون طرف تر باشه، خب من علم به او ندارم دیگه، حاضر نیست نزد من. اکنون که حاضر است، من میبینم و لمس میکنم، اینو درک میکنم و هر چیز دیگری. پس علم عین حضور است. اما یعنی نکته مهم این است، چیزی حاضرتر از خود ما نزد ما نیست. همه چیزهای دیگه به واسطه نزد ما حاضر میشن، خود ما بی واسطه نزد خودمون حاضر میشیم. این همون است که بهش میگن علم حضوری. علم حضوری، ما به همه اشیاء دیگه علم حصولی داریم، یعنی با واسطه، اما به خودمون علم حضوری داریم، یعنی بی واسطه. ما خودمون نزد خودمون حاضریم، صورتی از خود نزد خود نداریم. ما عضوی از اعضای خیشتن نیستیم. همه این اعضا مال ماست، اما ما این اعضا نیستیم. ما یه موجودی هستیم که این جسم گویی که در اختیار ماست، با ما متحد است و ما حضور همه جایی در او داریم، و لذا حسابمون از اون چه که به جسم نسبت داده می شود به ما نسبت داده نمی شود، به اون حقیقت ما، یعنی به جان ما. این همون تقدیس و تنزیهه. یعنی شما اگر بگید جان من رنگ ندارد، شما او رو تقدیس کردید، یعنی پاک دانستید از رنگ داشتن. جان من وزن ندارد، جان من مقدار ندارد، جان من بالا و پایین ندارد، و بسی از اینجور چیزها. اون چه که اوصاف بدن است به جسم، به جان من راجع نمی شود. جان من برتر از این هاست. از اینجا میخواد وارد بشه که ما چگونه خداوند رو تقدیس میکنیم، تنزیه میکنیم، یعنی پاره از اوصاف رو از او دور میدانیم، به او نسبت نمیدهیم، همونطوری که بسیاری از اوصاف رو از جان دور میداریم و به جانمون نسبت نمیدهیم. آدمی که و آدمی نمودار این در خیشتن میبیند که حقیقت جانوی که ما اون را دلگویی منزه هست از آن که در وهم خیال آید. چه؟ گفتیم که وی را، یعنی دل را، مقدار و کمیت نیست و قسمت پذیر نیست، و چون چنین بود وی را رنگ نبود، و هرچه وی را رنگ نبود و مقدار نبود به هیچ حال در خیال نیاید. چیزی که رنگ و اندازه و بو نداشته باشه صورت خیالی هم نداره. چون
در خیال چیزی درآید که چشمان را دیده بود یا جنس او را، یعنی مثل او را دیده بود، و جز اشکال و الوان در ولایت چشم و خیال نیست، یعنی تحت حکومت چشم و تحت حکومت چشم و خیال. رنگ است، اشکال است، چشم شکلها رو میبینه، رنگها رو میبینه، کمیتها رو میبینه. و این که طبع تقاضا کند، یعنی وقتی که سؤال میکند طبع ما از ما که چیزی چگونه است، وقتی که ما از خودمون یا از دیگری میپرسیم که فلان چیز چگونه است، میگه معنیش این استش که چه شکل دارد، منظورمون اینه. خرد است یا بزرگ؟ چیزی که این صفات را به وی راه نبود، چگونگی در وی باطل بود. اما چیزی که نه خرد است، نه بزرگ است، نه رنگ داره، نه شکل داره، نمیشه گفت چگونه است. این همونی است که میگن وجود خداوند بلا کیف است، یعنی کیفیت بر نمیدارد. مولانا یاد داره دیگه، بارها از بیچونی خداوند سخن میگوید. چون بود اون چون که در از چونی رهید، در حیاتستان بیچونی رسید. یا در اون غزل نیکو که عارفان راشم مشاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، ماهی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی، جوابم داد بر قانون خیش، بعد از این ما را مگو چونی رو، از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. خب، باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خب ببینید، مولانا در مورد اولیاء حق هم این رو میگه، میگه اینها چون به بیچون میپیوندند، خودشون هم بیچون میشوند، به عالم بیچونی راه پیدا میکنند. یا در جای دیگری میگه این مثل هم دل ضرورت میدهد، کار بیچون را که کیفیت نه. چجوری میشه کار خداوند بیچون رو چوندار کرد، کیفیت دار کرد؟ بی کیفیت است، به این معنا که داریم میگیم، نه کمیت داره، نه کیفیت داره، و نه هر چیزی که از اوصاف اجسام است، از اوصاف طبیعت است، از همه اینها بریست. از زالی داره اینو برای ما تسهیل میکنه فهمش رو، میگه به خودتون، به دلتون، به جانتون نگاه، شما هم بیچونید، شما هم که یه مرتبه ای از مراتب وجود خدایید، صورت خداوندید، خدا خود رو بر صورت شما، شما رو بر صورت خود آفریده. همین اوصاف به نحو رقیقی در شما هم جاری است، لذا به خودتون منتها خوب تأمل کنید، خودتون رو عوضی نگیرید. این یعنی فکر کنید سرافا جسمید، این میشه همون آلیناسیون، از خود بیگانگی، همون چیزی که عموم مردم در این عصر دوچارشن. گفت ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آیی، به هر صورت که آیی بیستی، که منم این، والله این تو نیستی، تو نه آن باشی که اندر ذات خیش. بعد میگوید که کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی تربه. ببینید میگه تو در پیکار، پیکار بین خود و ناخود، پیکار بین خود و بیگانه، خودتو باختی. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته، اون دیگران یعنی ناخودان، بیگانگان، دیگران را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آیی بیستی، به ایستی که منم این، والله این تو نیست. هر روز یه شکلی، یه شمایلی، یه رنگی میگی من اینم، والله تو این نیستی، تو رنگ نداری، تو یه چیزی ورای اینها هست. بعد مثال میزنه برام، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. اگر خودت رو با بدن خودت یکی بگیری، بیگانه رو با خودت یکی گرفتی، یعنی خودت رو عوضی شناختی، از خود بیگانه شدی، آلیناسیون، آلیناسیون پیدا کردی، جنزده شدی، بیخیشتن شدی، تعبیراتی که در ترجمه آلیناسیون گفتن.
آدمی ورای این بدن است. ما ندانستیم، ما نه این تنیم، از ورای تن به یزدان میزه ایم. بارها این رو مولوی تکرار میکنه. خب جهان جدید به ما میگه نه، ما همین تنیم، همینیم هم. غزالی در همین فصول آتی یک مثال خیلی خوبی داره، میگه ببینید، من هر وقت فکر میکنم اینم عجب مثال ساده و گویاییست، میگوید که ما، هر یک از ما مثل کسیست که سواریست که بر شتری نشسته و به سوی خانه کعبه روان است. مقصد او رسیدن به کعبه است. اون سوار ماییم، اون شتر بدن ماست که مرکب ماست، اما ما در میان راه ایستادیم و فقط تعهد شتر میکنیم و فقط به شتر میرسیم. یادمون رفته که ما باید این شتر رو بگیریم به کعبه برسیم. اصلا فراموش کردیم این شتر که مرکب ماست، که بدن ما باشه، چنون ما رو سرگرم اسیر خود کرده، فقط فکر خوروندن اونیم و فکر پرستاری او هستیم و اینی که اون رو نگه داریم و هی دست به سر و گوشش بکشیم و هی به این اون فخر بفروشیم که ببین شتر من چه زیباست. بابا این شتر برای این بود که تو رو به خانه کعبه برسانه. یک غزل خیلی خوبی از مولوی الان به یاد آوردم. بله، میگه که خبریست نورسیده، تو مگر خبر نداری، جگر حسود خون شد، تو مگر جگر نداری. تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل. همین مثال غزالی رو دقیقا میزنه. تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل، ز خری به حج نرفتی، نه از اون که خر نداری. خب این خیلی حرف درسته، ز خری به حج نرفتی، نه از اون که خر نداری. خر دادن به ما، همین مرکب ما، همین بدن ماست دیگه، ما سوار اینیم دیگه. یادمون رفته که ما در بیابان وسط جاده سوار روی شتر به مقصدی روانه ایم. این مقصد فراموش شده، تموم شده رفت، کعبه اصلا دیگه به یادمون نمیاد. ما رو سوار شتر کردن، ما خودمونم این سوار از خودش هم غافله، همش به این شتر میپردازه، همش به این شتر. شما رو به خدا ببینید، این مثال گویا و منطبقه بر واقع نیست؟ خیلی عالیه. و همون که خود غزالی مولوی هم میگه تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل، ز خری به حج نرفتی، نه از آنی که خر نداری. خرم دادن، شترم دادن، مرکبم دادن، همه چی هم دادن، ولی ببخشید از خری ما گرفتار این خر موندیم و نمیریم دیگه. مرکب بر سوار غلبه پیدا کرده است و سوار از کعبه و قبله غفلت پیدا کرده است. غفلت در غفلت، مغلوبیت در مغلوبیت، شکست بر شکست، وضعیتی است که عموم مردم دارند. و این درسای امثال غزالی برای همین است که این قصه حل بشود. باری وقت تقاضا، وقت اینکه طبع تقاضا کند که چیزی چگونه است، معنی آن بود که تا چه شکل دارد، خرد است یا بزرگ. چیزی که این صفات را به وی راه نبود، چگونگی در وی باطل بود. و اگر خواهی که بدانی که روا باشد که چیزی بود که چگونگی را به وی راه نبود، در حقیقت خود نگر، که آن حقیقت تو که محل معرفت است، قسمت پذیر نیست و مقدار و کمیت و کیفیت را به وی راه نیست. اگر کسی پرسد که روح چگونه چیزی است، جواب آن باشد که چگونگی را به وی راه نیست. پاسخ جناب غزالی است. چگونگی را به او راه نیست، منظور نیست که هیچی دربارش نمیشه گفت، منظور نیستش که از این چگونگی ها که ما در عالم طبیعت میبینیم نمیتوانیم کمک بگیریم برای شناختن روح، برای اینکه پاک از جنس دیگریست، پاک از جنس دیگریست. بگیم چه شکلیه، خب شکل نداره. بگیم چه معطر، بدبوه، خوشبوه، اصلا بو نداره. بگیم وزنش چقدره، وزن نداره. سایزش چقدره، سایز نداره. حالا شما نگاه کنید، عموم مردم
وقتی که از روح حتی حالا به خدا کاری نداریم سخن میگن، کم و بیش یک صورت خیالی از او در ذهن دارن و همین است که راه زن است. واقعا او رو مثل یه بدن دیگری، یک چیز لطیفی مثلا تصور میکنن، مثل هوا، مثل نور. اگر روحی هست مثل هیچ کدوم اینا نیست، اصلا مثلیت نداره، توجه میکنید؟ و نبا این اولین قدم گمراهی است که شما از اوصاف طبیعت کمک بگیرید تا بخواد روح رو بشناسید، تا بخواد خودتون رو بشناسید، تا بخواد خدا رو بشناسید. این همونی است که حکما میگفتن وقتی وارد فلسفه میشی باید فطرت ثانیه پیدا کنید، یعنی گویی شخصیت دیگری باید پیدا کنید، این شخصیت متعارفتون رو باید پشت سر بگذارید، یه مجاری ادراکی تازه‌ای برای شما باز بشود که از اون طریق به حقایق اشیا نزدیک بشید. اولین حقیقتی را که بشناسید خودتونه، چون خودتون به خودتون از هر چیز دیگری نزدیک دارید. و این غفلت و قصوری که ما در شناختن خودمون می‌ورزیم نابخشودنیست. و یکی از مهمترین شروط شناختن خیشتن در خلوت نشستن است و سکوت پیشه کردن است و از قوقاها دوری ورزیدن، به عزم شناختن خیشتن، با تأمل کردن در خیشتن، با فرو ریختن بسیاری از این مشغله های ذهنی و این توهمات و تخیلات و تصورات و مشهورات و اینها و به عمق وجود خود رفتن، و البته از این بزرگان هم کمک گرفتن، برای اینکه به هر حال ما این تجربه را از صفر نباید و نمیتوانیم شروع کنیم. راهی رفته شده، پاکوبی شده، سنتی نهاده شده، تجاربی رو بزرگان پیش از ما داشتن، میتونن اینها رو کردن، رایگان در اختیار ما قرار دادن، از اینها میتونیم استفاده کنیم. وقت درآمد خداشناسی خودشناسی است و بعداً انسان میتونه راحت صعود کنه، عروج کنه و بالا بره. شما میبینید پیغمبر اسلام سالهای سال در غار حرا عبادت میکرد، ما نمیدونیم چه کار میکرد، حقیقتش هیچ گزارشی نیست از او، ولی هرچه بود در خلوت و در سکوت بود و یه راهی میجست برای شناختن خودش، برای شناختن خدا، که از اونجا بود که انکشافی ناگهان و انقلابی در روح او پیدا شد و این دریچه به سوی خدا گشوده شد. و خب همین شخصم هست که میگه من عرف عرفته او فقط عرف ربه، یعنی سخن از تجربه خود میگه، میگه خودتو شناختی خدا رو هم میتوانی بشناسی. این وسعتی که هست و ضمناً جمالی که خداوند داره، ما عارفان معمولاً جلال خداوند رو جلوتر از جمال خداوند درک میکنن. ببینید خداوند اوصاف جلیله داره و اوصاف جمیله داره، از یک طرف بسیار پرحشمت و پرهیبت است، وقتی که به سوی شما میاد مثل یه شیری که داره اندک اندک به شما نزدیک میشه، اولش از دور این شیر خیلی زیباست، به قول مولانا از تبسم‌های شیری من مباش، یه خنده هم به لبشه، اما اینطورا نیست، نزدیک بشه میتونه بدره شما رو. این هیبت الهی است. جمالش خب چیز دیگری، زیبایی خداوند. عرفا ابتداءً معمولاً در تجارب خودشون اول هیبت و شکوه و جلال الهی رو درک میکنن، یعنی حس میکنن یه موجود فوق العاده مهیبی اونها رو فرا گرفته، که البته نه رنگ داره نه چون داره، هیچ کیفیتی نداره، ولی خودشون رو در قبضه تسخیر یک نیروی بسیار مقتدری مییابند. همون آسم، این کلمه آب انگلیسی یا ترمندوم، ترمندس گاهی به کار میره، یعنی همین، نه به معنای وحشتناک، به معنای مهیب یا جلیل، اونطوری که ما در تعبیرات عربی داریم، در فارسی با شکوه. یک موجود بسیار با شکوهی به شما نزدیک میشه و شما اصلا احساس میکنید که باید به زمین بیفتید و تعظیم کنید، احترام کنید. بعد از این است که اگر بتوانند، مثلا غزالی به نظر من از عارفانی است که خداوند با چهره مهیبش به او نزدیک شده و احتمالاً هیچ وقت هم چهره جمیل خودش رو به او نشان نداده، اگر هم که داده خوش به عاقبت.
سراسر آثار غزالی یک چنین چیزی است. جلالت خداوند موج می‌زند در آثار و اندیشه های غزالی. چهره جمیل خداوند رو، البته اینا همیشه ما گفتن که به باغ نگاه کنید، به باران، به غیره، اینا درسته، اینا برای کسانی است که هنوز نزدیک به عالم طبیعتن، جمال رو و زیبایی رو فقط تو این چیزا میبینن، ولی حقیقت این است که آدمی، همین بنده و شما، اگر از خلقهای زشت پیراسته بشیم، زیباترین موجودات، یعنی ما اگر میخواییم جمال خدا رو تجربه کنیم، باید جمال خودمون رو تجربه کنیم. اما خب خیلی این سخته، برای اینکه متاسفانه ماها خیلی زشتیم. گفت باید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. اون غزل خیلی زیبای سعدی که میگفته پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، تا چند بر این کنگره چون خشت توان بود، یک روز نظر کن که بر این کنگره خشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. اینو ما باید قبول کنیم. البته این زشتی که میتوانیم خودمون رو زیبا کنیم و بزداییم، این زیبایی درونی آدمی زیبایی خداوند است، چون آدمی بر صورت خدا آفریده شده. خدا جمیل است، ما هم جمیلیم، همه جمیلند. یک روح زیبا رو اگر شما تو این عالم ببینید، محال است که عاشقش نشید. یک روح زیبا، برای اینکه خب صورت زیبا اینا خب همه به تدریج شکسته میشه، از بین میره، ناپایداره به طور کلی. یار ناپایدار دوست مدار. اون چه که پایداره همون زیبایی های روحه، زیبایی هایی که در اولیای خداونده. لذا ببینید حشمت خداوند و جلال و هیبت او رو با تجربه های عارفانه در اون قدم های نخستین میتوان حس کرد. جمال خدا رو از بازگشتن به خیشتن، مراجعه به نفس و پالودن و پیراستن خیشتن، زیبا کردن او، سیغل کردن او، این میتوان شناخت. مولانا در یک رشته ابیات بلندی خیلی خیلی سخنهای عزیزی میگه. تو چرا میخوای از چیزهای دیگه لذت ببری؟ چرا چشم به زیبایی های دیگه داری؟ از خودت لذت ببر، از خودت، در خودت نظر کن. تو می چه باشد یا جماع یا سماع تا تو زانیابی نشاط و انتفاع؟ هیچ محتاج می گلگون نه ای، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. گلگونه میدونی یعنی چی؟ یعنی همین سرخابی که گذشتگان میزدن برای اینکه صورتشون رو زیبا کنند. اینا میگه ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای، تو خودت گلگونه ای، تو خودت زیبا کننده یه چیزهای دیگری. شراب چیه؟ چیزهای دیگه چیه که به تو نشاط بدن، انتفاع؟ تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا تو منت باده کشی؟ خودت میتونی خودت رو مست کنی، میتوانی در جمال خودت حیران بمانی. چرا در جمال‌های دیگر حیران مانده‌ای؟ به خاطر اینکه زیبایی خودت رو فراموش کرد. حرف غزالی هم همین است در واقع، که به خودت مراجعه کن، خیلی از صفات الهی رو در خودت می‌بینی، چرا جای دیگه دنبالش می‌ری؟ این خیلی مهمه. من خیلی آره دیدم میان از من سوال مال فکر می‌کنن علی‌آباد شهری، از ما سوالی می‌کنن این چیزا رو. من بهشون میگم اولا ما که مسافرکش فرهنگی هستیم، یعنی ما یه چیزی را از یه جای دیگه برمی داریم، یه جای دیگه میاریم میگیم، مردم بدونن بزرگان چی گفتن، از بنده چیزی توقع نداشته باشه. ولی شما هم راه دور نرید. چرا راه دور میرید؟ راه نزدیک به خودتون مراجعه کنید. همه این بیرون ز تو نیست، اون چه در عالم هست. دیدید بعضیا دلشون میخواد مثلا سه تا فرمول بهشون بدید، مثلا اینکه سه تا دوا بهشون میدین، اینو با اون قاطی کن، اونو با اون مخلوط کن، بجوشون و نمیدونم شیرهشو بگیر و بعد بخور و یه دفعه چی میشه. اینا همون شارلاتانیزمی است که در طب هم هست. پاپر، اون فیلسوف مشهور معاصر ما، میگفتش که هر کس به شما در سیاست و در طبابت وعده بسیار داد، شارلاتان است. و این بسیار حرف درستی است. سیاست مدارس کارشون اولی که انتخاب میشن و میان میگن دیگه ما مملکت و گلستان میکنیم. تا
طبیبایی هم که وعده میدن، میگن ما شما رو جوان میکنیم، شما رو سالم میکنیم، شما رو هم دروغ میگن. این چیزا در توان طب نیست. هر کس در سیاست و در طبابت به شما وعده بسیار داد، شارلاتان است. حالا من به شما میگم در طبابت های روحی هم همینطوری. یعنی تو این دنیا یه چیزی به نام نیو ایج پدید آمده، عرفان مدرن به اصطلاح، که اینها خیلی زود میخوان آدم رو بر حال چی میگن زود بازده، زودی شما رو برسونن به یه مقاصدی. اینا به راحتی ممکن نیست، ولی در این حال مراجعه به خیشتن از همه مؤثرتر و راهیست، از همه نزدیکتر. اون قصه خیلی مشهور مولانا رو میدونین دیگه، که پاولو کیلو هم توی نوشتهای خودش همین قصه رو آورده، ولی خب ذکر منبع نکرده، شاید نمیدونسته. قصه مهمی که در دفتر پنجم مثنویست به نظرم، که میگوید که کسی بود و پدرش برای او میراث بسیاری به جان نهاد، و به قول مولانا مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زال. آدمی که ارث فراوان به او رسیده که قدر مال رو نمیدونه، همه رو خورد تمام شد و هیچی دیگه تهی دست نشست. گفت یا رب برگ دادی، رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. گفت به هر حال دیگه زندگی ناممکن شده، یا باز پولی نصیب ما کن یا مرگ. هر روز این دعا رو میکرد تا یک شب در خواب دید که به او گفتن که بلند شو از شهرت که در بغداده، بلند شو راهی مصر شو، برو در مصر، در کار تو اونجا گشایش پیدا میشه. چند بار این خواب رو دید، باور کرد این خواب رو، بلند شد و با زحمت و بیپولی به هر حال خودش رو رسوند به مصر. به شهر قاهره رسید و از قضا در همون شبی که این رسیده بود، در روز تعدادی راهزنان و دزدان شهر رو ناامن کرده بودند و داروغه دستور داده بود که هر کس شب در کوچه ها یافت بشه دستگیر کنن، علل خصوص غریبه ها رو. اینم که خبر نداشت از این حکومت نظامی، شب رفت توی کوچه و همون سر اول کار داروغه گرفت و بر زندان رو مشغول زدن و شکنجه کردن. کی هستی؟ کجا بودی؟ دوستات کیان؟ یاران هم دستات کیان؟ نشون بده. این بدبخت هم کتک میخورد و میگفت والله من همین دو ساعت بیشتر نیست اینجا اومدم. و اینقدر التماس کرد و گفت تا داروغه باور کرد، گفت به نظر آدم صادقی میای، خب ماجرا چیه؟ برای چی اومده اینجا؟ گفت حقیقتش من خواب دیدم، در خواب به من گفتن که برو مصر، بالاخره به چیزی میرسی اونجا. منم راه افتادم اومدم. اون شکنجه گر به او گفت که آره همین به نظر آدم صادقی میای، ولی بسیار ساده لوحی. آخه آدم یه خواب میبینه، این همه راه میفته میاد، رنج سفر رو بر خودش هموار میکنه، به کشور غریب. من یعنی شکنجه گر، من خودم بارها خواب دیدم که در بغداد در فلان کوچه در فلان خانه یه گنجیست، من محل نذاشتم. این دید نشون خونه خودشو میده. گفت خیلی خوب. یه چیز دیگه، از زندون که آزاد شد برگشت رفت خونه‌شون رو گنج رو برداشت. این نشانه هم نیست که گاهی دور میری، گنج هم اینجاست، گنج هم اینجاست. آدم یه وقتا فراموش میکنه، این قصه ها به یادش میاره واقعا، منتها معمولا آدمی باید این رنجا رو ببره، این زحمت ها رو بکشه، این نادانی ها و پیامدهاش رو به جان بخره تا دوباره برگرده به سر جای اصلی. توجه میکنید؟ به قول مولانا پاره دوزی میکنی اندر دکان، زیر این دکان تو باشد دکان. میگه توی ای زن اصل پادشاه کامکار، خیز و از این پاره دوزی شرم دار. میگه نشستی پاره دوزی میکنی، یعنی پینه دوزی میکنی به اصطلاح، یک شغل خیلی پستی داری و کم درآمد، ولی زیر دکان تو دو تا گنجه، نمیدونی که اون گنج ها اونجاست. این گنج در درون خود ماست به هر حال، و حالا قدری بخوانیم، گرچه تقریباً وقتمون به پایان رسیده. اگر کسی پرسد که روح چگونه چیزیست، جواب آن باشد که چگونگی را به وی راه نیست. چون خود را بدین صفات بدانستی، بدان که حق سبحانه و تعالی بدین تقدیس و تنزیه اولاتر است.
و مردمان عجب دارند که موجودی بود بیچون و بیچگونه و ایشان خود چنانند. وقتی میگه خدا بیچون و بیچگونه است تعجب میکنه، خودشون هم همین، یعنی روحشون هم همینطوره. و ایشان خود را نشناسند، یعنی مردم، بلکه اگر آدمی خود را در تن طلب کند هزار هزار چیز یابد و بیند همه بیچون و چگونه، که اندر خود خشم بیند، حالا صفات خاصی رو میگه، که اندر خود خشم بیند و عشق بیند و درد بیند و لذت بیند، و اگر خواهد که چگونگی و چونی آن طلب کند نتواند، چون این چیزها شکل و لون ندارد و این سؤال را به وی راه نبود. بلکه اگر کسی حقیقت آواز طلب کند یا حقیقت بوی یا حقیقت طعم تا چون و چگونه است عاجز آید، و سبب این آن است که چون و چگونه تقاضای خیال است، یعنی خواسته خیال است که از حاسه چشم حاصل شده است، آنگاه از هر چیز نصیب چشم می جوید، یعنی توقع دارد که همه چیز دیدنی باشه تا نصیب چشم از او نصیبی داشته باشه، و آنچه در ولایت گوش است، یعنی متعلق به منطقه گوش است، مثلا چون آواز، چشم را از او هیچ نصیب نیست، بلکه طلب وی چونی و چگونگی آواز را محال بود، که آواز منزه است از نصیب چشم، چنان که لون و شکل منزه است از نصیب گوش. نه گوش شکل و رنگ رو درک میکنه و نه چشم آواز رو. اینا هیچ کدوم این ولایت هاشون به قول غزالی با هم فرق داره، این منطقه است با اون منطقه دیگه. مولانا چی میکنه؟ میگه صد هزاران گوش ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند، صد هزاران گوش ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشن. این صد هزار گوش یه چشم نمیشه، عکسش هم هست، صد هزار چشم یه گوش نمیشه. اینا بالاخره هر کدوم یه ولایتی دارن، یه منطقه‌ای دارن و راه به یکدیگر ندارن. صفات این رو از او بپرسی، صفات اون رو از این بپرسی، هیچ کدوم به شما جواب نمیتوانن بدن. چنان که لون و شکل منزه هست از نصیب گوش، همچنین آنچه به حاسه دل دریابد و به عقل بشناسد منزه هست از نصیب جمله حواس، و چونی و چگونگی در محسوسات بود، و این را تحقیقی و قوری است، یعنی عمقی است که در کتب معقولات شرح کرده ایم و در این کتاب این کفایت بود. میگه مفصل ماجرای معرفت شناسی، این که چگونه حواس هر کدام کشفی میکنند و یکی را به دیگری راهی نیست، در کتاب‌های دیگر آوردم و در این کتاب این کفایت بود، برای اینکه به قول خود این کتاب برای عوام نوشته دیگه، و بنابراین به همین مقدار اکتفا میکنه. مقصود آن است که آدمی از پی چونی و چگونگی خیش بی چونی و چگونگی حق سبحانه و تعالی بتواند شناخت، از روی خود میتواند او را بشناسد و بداند که چنان که جان موجود است و پادشاه تن است و هرچه از تن وی را چون و چگونه است همه مملکت وی است، و وی یعنی همون جان بی چون و چگونه است، همچنین پادشاه عالم بی چون و بی چگونه است و هرچه چون و چگونه دارد چون محسوسات همه مملکت وی است. و دیگر نوع از تنزیه آن است که وی را با هیچ جای اضافت نکند، اضافت گفته بودم یعنی نسبت نکند، و جان را با هیچ عضو اضافت نتوان کرد، نتوان گفت در دست است یا در پای است یا در سر است یا در جای دیگر، بلکه همه اندام‌های تن قسمت پذیر است و وی قسمت ناپذیر، و قسمت ناپذیر در قسمت پذیر محال باشد که فرود آید، که آنگه وی نیز قسمت پذیر شود. و باز آن که به هیچ عضو اضافت نپذیرد، که هیچ عضو از تصرف وی خالی نیست، یعنی نمیشه گفت که روح من فقط در این عضوه، چون همه اعضا هم از او خالی نیستند، بلکه همه در تصرف و فرمان ویند و وی پادشاه همه است، چنان که عالم در تصرف پادشاه عالم است، و وی منزه از آن که وی را به جای خاص اضافت کنند، یعنی بگن خدا اینجاست یا اونجاست، در همه جاست. و تمامی این نوع از تقدیس بدان آشکار شود که خاصیت و سر روح آشکارا بگویی. یا همه این خداشناسی وقتی است که ما ماهیت و سر روح رو آشکارا و تماما بگیم،
و خاصیت و سر روح گفتن رخصت نیست و اون رو هم نمیگم. جاهای دیگه غزالی چند بار در احیاء العلوم هم همینطوره، به یه جاهای میرسه میگه دیگه ما بر لب دریای اسرار رسیده ایم، این امواج اسرار متلاطمن، باید زبان در کشیم. باز شبیه همون که مولانا بارها میگفت، نیزبازی اندر این گوهای تنگ، نیزبازان را همی دار آرد به تنگ، بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام، لب ببندر چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم به رشاد. بارها بارها این رو تکرار میکنه که به اسرار که میرسیم نباید این اسرار رو گفت. حالا شما ممکنه من بگید این اسرار چی هست و بنده هم نمیدونم، اگرم بدونم نمیگم، ولی برای سر همینجا وای میسیم. و خاصیت و سر روح گفتن رخصت نیست و تمامی آن که ان الله تعالی خلق آدم علی صورته بدان آشکار شود. یعنی اگر سر روح رو بگیم آنگاه معنای کامل و تام این جمله آشکار میشه که خدا چگونه ما رو بر صورت خیش آفریده است. ولی ما یه درک ناقصی از این داریم و بیشتر نمیتونیم، با همین درک ناقص هم خیلی چیزا راجع به خدا میتونیم بفهمیم. اما اگر خودمون رو تام بشناسیم اونگاه این جمله معنای واقعیش آشکار میشه. در واقع علم خود به ما بگه که با همه این توضیحات شما نه روح رو شناختید نه معنی تام و کامل این جمله رو دریافتید، اما به همین مقدار هم اگر قناعت کنید نیکوست. غزالی در اینجا این کلمه پادشاهی که میگه، البته فصل بعدش معرفت پادشاهی راندن حق است که ما نمیخونیم، اما در همینجا در حقیقت میخواد بگه ببین خدا چجوری در این عالم حکمرانی میکنه. اینم یک مثال خوب، خدا مثل روح در بدن این عالم است، جدا نیست واقعا از این عالم. این خیلی اندیشه مهم نیست. خب ما همیشه هم این رو میگیم و گفتیم، منتها یه دی همیشه فکر کنه خداوند بالاها نشسته، فاصله با ما داره، نمیدونم ملکی رو میفرسته تا تماس بگیره یا چنین یا چنان. درک درستی ما با اینکه خداشناسیم و خداپرستیم معمولا نداریم. یکی از همون درک‌های خوب که از این مثال انسان و جان و دل حاصل میشه همین است که همونطور که این جان این بدن ما را حیات میبخشه، بدون او ما مرده ایم، هیچ حرکتی نمی کنیم. خداوند که جانان است این جهان را حیات میبخشه. این دنیا الان زنده است، مرده نیست، مرده نیست. به قول مولانا گفت باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. بذار قیامت بشه مثل همون خورشیدی که تابید بر اون اژدهای افسرده و سرد، خورشید که تابید یخاش آب شد یه دفعه جون گرفت. مولانا میگه که آره این دنیا مثل همون اژدهای سرد و یخبندانیست، الان افسرده و یخ زده است، بذار خورشید حشر بتابه ببینی اینم یه دفعه به حرکت افتاد. پس زنده است، پس زنده است. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. خب این جهان زنده است، زنده به چیه؟ به حیات الهیه. یعنی خداوند جان این عالم است. اینکه او رو جانان می نامند یا جان این عالم می نامند بسیار تعبیر درستی است. جان جانه، این در حقیقت حتی جان ما هم مرده است مگر اینکه جان او جان ما رو زنده کند. جانان یعنی جان جان، معنای دقیق کلمه این است. در شعرهای مولوی گاهی جان جهان، جان جهان دوش کجا بوده ای؟ جان جهان، ببینید تعبیرات خیلی عالیه. خداوند مثل روح این عالم، این عالم رو زنده و سرپا نگه داشته و اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. و وقتی که در این جهان است، درست مثل اندام های بدن ما، دست من، پای من که به اراده من میگرده، همه این عالم به اراده خداوند میگرده. نه اراده خدای دور از این عالم، اراده خدایی که مثل جان در تمام این عالم روان است. چنین چیز خدا این جهان رو میدانه، یعنی همه چیز رو میدانه، چون همه جا هست، چون همه جا هست. از راه دور نمیدونه، کسایی نمیرن به او خبر بدن، نه
توی این دنیاست. این دنیا هم که میگیم خیلی کوچیکه، همه کائنات، همه مخلوقات در دل اونها نشسته، از خود اونها به اونها نزدیکتر است. یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. بغل من نشسته ولی من از او دورم. این دوری معرفتی است، یعنی آگاهی ندارم که او در کنار من نشسته. باری این تمثیل غزالی برای درک نحوه حکمرانی خداوند، حضور او در جهان، اراده او، حیات او، علم او، برای همه اینا هم بسیار خوب و مؤثر است. با درود مجدد به روح غزالی و با درود مجدد به حاضران عزیز، سخن رو به پایان میبریم و السلام علیکم. خیلی خوب سخنرانی خودتون. من همیشه برای من این مسئله خودشناسی و شناختن خود سوال بوده، با اینکه مثلا ظاهرش خیلی ساده به نظر میرسه ولی خیلی برای من مبهمه. خودمون رو بشناسیم دقیقا چی رو بشناسیم؟ میتونم مثلا مراحل مختلف دلیل‌های مختلفی داشته باشه، مثلا چیز ساده‌ای باشه که من چه غذایی می‌خورم، چه نمی‌خورم، مثلاً در این سطح باشه یا سطور دیگه‌ای داشته باشه، میشه یکم بیشتر بگیم؟ والا مراتب مختلف داره دیگه، همین که گفتید. ببینید هم از شناخت بدن آغاز میشه که خب حالا این همون هم مهمه، باید که چیز کوچکی باشه. امروزه که خب دانش‌های عصب شناسی و مغز شناسی هم بسیار پیشرفت کرده، فراتر از او برید تاریخ، تاریخ بشر، اینکه آدمیان چه کردن در طول تاریخ خیلی کمک میکنه به ما که خودمون رو بشناسیم، یعنی تعارف نکنیم به خودمون که ما در مقام ظهور چه آثاری از خودمون ظاهر کردیم و چه جنگا به راه انداختیم، چه کارا. از اون طرف نیکان عالم رو هم بشناسیم که در این قبیله آدمیت چه درخشندگی ها، چه خورشید هایی هم طلوع کرده، پاکان و نیکانی که حقیقتا نیکی هاشون ما رو به حیرت وادار میکنه. این از جهت مطالعات بیرونیه که چون ما هم یکی از آدمیان هستیم و کل آدمیان میتوانن صفات جمعی ما رو به خوبی نشان بدهن که شاید در تنهایی در خودمون نتونیم کشف بکنیم. اونگاه البته سراغ این انسان شناسانی مثل غزالی، مولوی، این پاکان که عمرشون در همین گذشته. گفتم ما از صفر نمیتونیم شروع بکنیم چون یک سنت ستبری راه افتاده، حتما باید استفاده کنیم. اینا به ما میگن بعد از اوست که آدمی میتونید شما مثلا به علوم روانشناسی، روانکاوی هم مراجعه کنن که به متخصص اینها بشید، ول و لب و نتیجه اینها رو به دست بیارید، ببینید که بالاخره چی میگن راجع به آدمی. بعدم دیگه پس از اینا حالا نوبت با خود شما، یعنی بعد بشینید و به حفاری وجود خودتون بپردازید، یه کلنگی دست بگیرید، یه تیشه‌ای، هم تو این چاه رو حف کنید، هی برید پایین ببینید اصلا آب داره تهش، آب نداره، بالاخره چاه خشکیده است این وجود، بالاخره چه جوری است. و کار پایان ناپذیری هم هست، یعنی این ادامه خواهد یافت و چیزی نیست که شما بگید که خب به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. نه، وقته که آدم این رو بگه. خب حافظ میتونست بگه، البته شاید حافظ به یه جای رسیده بود که خورشیدی از دل او طلوع کرده بود، میگه به خورشید رسیدیم، یعنی به یکی از خورشیدها رسیدیم. ولی آدمی این راه رو باید همیشه، این unended quest، یک طلب بی پایان است. همین دیگه. صحبت‌های شما یا عارفان دیگه اشعارشون اینا جوری که خدا رو مختلف خواستن تعریف کنن صور مختلفی براش گذاشتن، ولی بسیار اندکه. یعنی مثلا سکوت رو شما اسپردین و گفتین بعضی ها در سخره مثلا جلال خداوند قرار میگه، بعضی ها جمال خداوند میگیره کشون، بزرگترینش عشق. یعنی همه شون انگار میاد خودشون رو قوته بر در نهایتش
در عشق بوده همیشه. و من همیشه یه سوال مطرح بوده واقعا چی قرار در عشق چیه؟ یعنی اگه فرزن پیامبران عارفان یکی یکی اومدن و بعد رسیدن به عشق، آیا بعد از عشق هم چیزی خواهد بود یا که نه مراتب عشق برای انسان دیگه آخرش همینه تو عشق و بعد دیگه بودن من به همون جا آمدم برسه خیلیه، من خبر ندارم. نه دیگه اون فکر میکنم پایان کار، برای اینکه اون پایان نداره، بعد نداره. به قول مولانا در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. پایان نداره. بعد بفهم من هر چی که در خودم میبینم در خدای خودم هم میبینم. اگر من یک آیت در نهایت یأس و ناامیدی و یه آدم منفی و از همه جهت باشم، آیا این هم نمونه از خدا هست؟ خدا هم هم داره؟ ببینید، نه ما اینو نگفتیم، یعنی غزالی اینو نگفت. منظورش در تک تک افراد نبود، منظورش این بود که در آدمیت، در بشریت، یعنی مجموع آدمیان، یا بگیم در ذات آدمی، قبل از اینکه پاره از این اوصاف منفی به او افزوده شده باشه، یک واقعیتی هست که اون واقعیت شبیه خداونده. حالا فکر کنم روشن باشه. ببینید میگه، حالا فرض کنید که قول شما، جان شما وقتی که یک حالت منفی دارید و افسردگی دارید، ولی همون موقع هم جان شما بر تن شما حاکمیت داره، یعنی این از دست نرفته. غزالی در پی گفتن اینه که شما نگاه کنید که چگونه جان شما، حالا هر حالت و روحیه‌ای که داشته باشید، اولا بر بدن شما حاکمیت پیدا میکنه، ثانیا اراده شما رو تحت تأثیر قرار میده، بدن شما رو حرکت میده، در تک تک سلول‌ها و اجزا و اندام‌های شما حضور داره، و او اگر خوب بشه بدن شما خوب میشه، اگر او بد باشه بدن شما احوال بدی. در واقع در تمام این جهان میخواد توضیح بده که چگونه یه موجود بیچونی و بیکیفیتی بر وجود شما که با چون است و با کیفیت است حکمرانی میکنه. حالا این میخواد یه روحی باشه که دچار یک قبض باشه، میخواد روحی باشه که دچار بست باشه، میخواد به هر حال حواسش پرت باشه یا حواسش پرت نباشه، اوناش مهم نیست. مهم این رابطه حاکمیت و پادشاهی است و اون صفت بیچونی قصهش اونها. بله. سلام. وقتی که مولانا از پنج حس دیگه صحبت میکنه، این برای هم شناختن این موجود بیچونی بله. بله. خب بسیار خوب، ممنون از یکایی که دوستان، واقعا متشکرم.